مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. جلسه سوم، ولایت و عدالت، تلازم یا تقدم، هیئت محبین اهل بیت علیهم السلام، ایام فاطمیه. 33 دقیقه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در کلامی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام به ابو دردا و ابو هریره در پاسخ به معاویه فرموده بود و ما شبهای قبل این کلام شریف رو مرور می کردیم، سه بار در فاصله کوتاهی کلمه یجمع و امرهم رو تکرار فرمودن. معاویه حرفش این بود که باید عدالت اجرا بشه، باید قصاص بشه خونه عثمان، بعد من با تو بیعت کنم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام شیوه برخوردشون خیلی جالب بود، یعنی از یک فلسفه عمیق حکایت میکرد که متن رو برای شما خوندم، شب متن همراهم نیست. اصلا حضرت علی حاضر نشدن در این باره گفتگو کنن، بحث نکردن در باره خون عثمان، اصلا وارد بحث نشدن. کی کشته، کی نکشته، من قاتلانشون رو بگیرم نگیرم، حالا ببینیم کیه، بعدن وعده ای بده، اصلا و ابدا. فرمودن چی؟ فلسفهشون چی بود؟ فرمودن که اگه یه امامی کشته بشه، این امام عادل باشه یا فاسق، خونش حلال باشه یا خونش حرام، آدم فاجری باشه یا آدم متقی باشه، هر کی میخواد باشه، امام یه جامعه کشته شده، خوب باشه یا بد، این خیلی معنا داره. امام بعدی بیاد بخواد اجرای عدالت بکنه و انتقام او رو بگیره یا محاکمه کنه یا بررسی کنه، قبل از این باید همه با این امام بیعت کنن، این امام جامعه رو به ثبات برسونه، ولایتش که مستقر شد بعدن حکم میکنه. در این نمونه حضرت دارن اولویت ولایت رو بر عدالت صریحا روشن میکنن و به معاویه هم به طور مصداقی میفرمان که تو اول باید بیعت کنی، بعد حرف عدالت مال بعد از ولایته، اول باید ولایت مستقر بشه. همینجا قبل از این که به کلام یجمع و امرهم برسیم، تو همینجا فلسفه اولویت ولایت بر عدالت رو یجمع و امرهم میدونن. میفرماید تا ولایت مستقر بشه، یجمع و امرهم، امر جامعه رو جمع و جور بکنه، به تعبیر ما از تفرق و تشتت جلوگیری بکنه. یجمع و مقابل تشتت و تفرقه است، این مهمتره. ببینید عدالت خیلی اهمیت داره ها، در اهمیت عدالت الان نمیخوایم صحبت بکنیم، اصلا فلسفی ولایت عدالته. ولایت برای این میریم سراغش که معتقدیم او میتونه عدالت رو اجرا بکنه، ولایت رو فقط به این دلیل میریم سراغش که چون ازش انتظار داریم عدالت رو اجرا بکنه. ولی همین عدالت قبل از ولایت اصلا معنا نداره.
از نظر اولویت درجهش میاد پایین نسبت به تفرقه‌ای که تو جامعه میخواد ایجاد بشه. وقت جالبه امیرالمؤمنین میفرماید امام بعدی چه امامی باشه که خود شما مردم انتخاب کردید، چه امامی باشه که خدا انتخاب میکنه، فرقی نمیکنه. اول باید ولایت اون امام بعدی به تعبیر بنده حالا حق باشه یا باطل تثبیت بشه. اصلا بحث امامت معصوم هم نیست. بعد فرمودن که حالا من هم الان امام بعدی هم، حالا تو یا رأی مردم رو قبول داری یا خدا رو. اگه خدا رو قبول داری که من رو انتخاب کرده بود از روز اول، اگه رأی مردم رو قبول داری که مردم بیعت کردن، پس اول ولایت رو بیعت کن بعدن. یعنی این کسی نمیتونه الان هم این کلام رو بگه که بگه خب حالا این ولایت که ولایت معصوم نیست، ما یک کمی میتونیم باش کار بکنیم. فرقی نیست ولایت معصوم باشه یا غیر معصوم، ثبات اجتماعی به تثبیت اصلی ترین رکن یک نظامه. خود امیرالمومنین میفرماد اینجاست که تشتت وضعیت جامعه رو امیرالمؤمنین از عدالت بالاتر میدونن مسلما، به این دلیل که نتیجه تشتت ظلمهایی که دیگه نمیشه جمعش کرد. نتیجه نبودن یک ولایت مستقر معتنابه قابل اعتنا یه ظلمه هاییه که دیگه حق و باطل رو توش نمیشه شناخت. ظلمه هایی بیدر و پیکریه که دیگه نمیشه جمعش کرد. لذا یکی دو تا سه تا چهار تا پنج تا عدالت هم اجرا نشه بیخیال. ما آقا داریم صحبت میکنیم دیگه، معنای کلام حضرت اینه. اگر یه وقت لازم شد پای ولایت عدالت ذبح بشه، ذبح بشه. چون اون چیزی که در دراز مدت تثبیت کننده عدالت یک ولایت با ثبات، اگرچه مال آدم غیر معصوم باشه، اگرچه آدمی باشه که مردم تشخیص دادن باشه، باید چی بشه؟ باید این مسئله رو در نظر گرفت. یه دفعه‌ای بعضی ها بی‌عدالتی رو در برخی از مصادیقش نمیتونن تحمل بکنن، جلوی ولایت میستن، در حالی که ولایت مجاز برخی از بی‌عدالتی ها رو تحمل کنه به خاطر مصلحت برتر، یعنی تثبیت ولایت. خیلی روشن واضح ما داریم میگیم، ما الان داریم علیه عدالت صحبت میکنیم. عدالت مطلق نیست، ولایت رو مقید میکنه. اگر بنا باشه جایی امیرالمومنین یه عدالتی رو اجرا بکنه که اصل ولایت بخواد پایه‌هاش سست بشه، معلومه که این کار نخواهد کرد. امام صادق علیه السلام فرمود امیرالمؤمنین هر چی به مردم میگفت اول خودش و بچه‌هاش اجرا می‌کردن. بعضی از موارد هم بود که خودش اجرا می‌کرد و بچه‌هاش و نزدیکانش به مردم نمیگفت. پرسید چرا؟ مگه حرف حق نبود؟ میزد دیگه. آقای امام صادق علیه السلام فرمودن که به دلیل اینکه حکومت حضرت تثبیت نشده بود، تثبیت نشده، نمیتونه عدالت را اجرا کنه. تو هم حق نداری اعتراض کنی، چرا عدالت رو اجرا نمی کنی؟ پیامبر گرامی اسلام یه جایی عدالت رو رعایت نکردن. در چی؟ در زدن بعضی هایی که عنصر خطرناکی بودن و میخواستم پیامبر اکرم رو ترور کنم. حذیفه میگه که من گفتم یا رسول الله، خب این خطرناکه، این میخواسته شما رو بکشه،
به بقیه رحم نمیکنه، بعد از شما چه خواهد کرد؟ ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمکاری بود بر گوسفندان. اینم یه نوع بی‌عدالتیه. یا رسول الله بزنشون. رسول خدا فرمود نمیزنم، آبروشونم نمیبرم. چرا؟ علتش خیلی جالبه. فرمودم برای اینکه حرف برامون درست میشه. همین حرف. حرف چی بود؟ فرمود اون وقت میگن که این با کسانی که کمکش کرده بودند در ابتدا که حکومت اسلامی را بندازه، که این نظم جامعه رو برقرار بکنه، اومد یارانشو کشت، یاران خودشو که کمکش کرده بودن کشت. حالا شما رو بگو بر رسول خدا آقا جون خب بگن، غلط میکنن که میگن، بی خود میگن. جواب رسول خدا به شما چی خواهد بود؟ به شما این خواهد بود بله، ما خودمونم این چیزا رو بلدیم، اونا رو به شما خودمون یاد دادیم که به حرف مردم نگاه نکنید. ولی بعضی وقتا حرف مردم سست کننده حکومت، اول حکومت بعدن عدالت، معناش این میشه. پرسیدن از امام صادق علیه السلام چرا علی ابن ابی طالب بعضی از دستوراتو نمیداد؟ فرمود یخشا ان لا یطاع، میترسید اطاعت نشه. خب اطاعت نشه چرا بترسه؟ بگو دیگه شما عدالت طلب بشو دیگه، بگی آقا اطاعت نکنن، به جهنم که اطاعت نکنن. آقا وقتی که یه مولایی در اکثر فرامینش اطاعت نشه، حکومت سست میشه. یادت رفته حکومت مهمتر از عدالته؟ معادله خیلی ساده ایه، ولی عدالت گرایی مقابل ولایت آی عوام فریبه، آی میجذبه. چون اصلا شما میتونی گیر بدی دیگه. میتونی گیر بدی. شما در روایت میبینید که حضرت زهرای عطر امیرالمؤمنین در عبارتهای مختلف شبیه این آمده که حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماید و طاعت نظاما للمله و الامامت لمن من الفرقه. خدا امامت ما رو قرار داده، امامت رو قرار داده برای چی؟ برای اینکه تفرقه ها جمع بشه، برای اینکه کار امت، کار ملت نظام پیدا کنه. چرا امامت و ولایت امرش حتی مال آدمی نباشه که معصومه؟ چرا امرش مهمتر از حتی اجرای عدالت؟ ضرب کنید اون حرفای امیرالمومنین رو، ببین نتیجه چی میشه. فرمود امامی کشته بشه، نه حالا یه آدمی کشته شده باشه، امامی کشته بشه، حق یا باطل؟ یه امام دیگه اومده، حق یا باطل؟ اول باید امامت ایشون تثبیت بشه. یعنی چی؟ یه امام حقی کشته شده، میتونین یکی از احتمالاتش این میشه، ضرب کنید به همه که از احتمالاتش، یه امام حقی کشته شده، یه امام باطلی جاش اومده، بعد این امام باطل اول باید ولایتش تثبیت بشه، بعد بره حق اون امام حق رو بگیره. چون بالاخره تثبیت وضع اجتماعی مهمتر از اجرای عدالته. عدالت زدگی افراطی، کجکی، غیر ولایی چیه؟ که آدم یه دفعه یه گوشه یه ناحقی رو نشون بده، بخواد به خاطر اون یه دونه ناحق پایه های ولایت رو سست کنه. یه پدیده عجیب غریبه که خدا خیلی خزینه کرده براش، خیلی خرج کرده براش. جالب اینه که
حداقل 3 جنگ را انداخته زمان امیرالمومنین علی علیه السلام فقط به خاطر این یه دونه مضمون. جالب اینه که هم جنگ جمل سر این ماجرا بود، هم جنگ صفین سر این ماجرا بود، هم جنگ نهروان، هر کدوم یه جوری. فرقایی با هم دیگه داشتن. نهروان از جون و دل نفهم شده بودن، از جون و دل. یه دفعی نادونانه زدن به میدون معاویه با سیاست. معاویه عدالت رو بهانه میکرد، 2000 اعتقاد به عدالت نداشت، ولی نهروانی ها واقعا صمیمانه اعتقاد به ولایت داشتن، ولایت نمیفهمیدن یعنی چی. اینا نفهمی میکردن، اون فهمیده این کارو میکرد. و در جنگ جمل هم چیزهای دیگه هم قاطیش کرده بودن، ولی دستمایه این بود. آقا یه مطلبی که امیرالمؤمنین تو 3 جنگی که یه جنگش 110,000 نفر کشته شدن، چند نفر گفتم؟ 110,000 نفر حدودی، حالا حداقل 100,000 نفر که از معاویه یا حدود 70,000 نفر کشته شدن، از یاران امیرالمومنین 25,000 نفر، 25,000 نفر با شمشیر. اصلا اینا رو ردیف کن، جنگم نباشه بخوای اینا رو اعدام بکنی، شما طول میکشه، چند تا بازو از کار میفته. ماها جنگ طول کشید دیگه، خدایا داری چی کار میکنی؟ جنگ چیه؟ جنگ سر چیه؟ باطنش سر دنیاست، ظاهرش سر چیه؟ عدالت رو بهانه کردن جلو ولایت علی ابن ابی طالب ایستادن. تو هر سه تا جنگ داستان اینه. من اصلا به شرایط زمانه کار ندارم، امیدواریم هیچ وقت ما تو زمانمون دچار یه همچی بحرانهایی نباشیم. ولی چرا نباشیم؟ کی گفته نباشیم؟ کی تضمین کرده نباشیم؟ بالاخره ما نباید رشد بکنیم؟ مگه نباید به جایی برسیم که لایق آقا بشیم؟ باید این امتحانا از ما هم گرفته بشه. شما اینا رو تو ذهنتون نگه دارید، منتظر آینده باشید. آینده پیش آمدهایی پیش میاد که وقتی اینا تو ذهنت باشه میگه ها من اینو دیدم، ها راستی یه روزی میگفتن یه همچه حرفایی را، الان ببینید سرنش اینجوری شده. شما تو همین فتنه قبلی همین مشکل رو دیدید، میگفت عدالت دو جانبه باید اجرا بشه. بابا از اون طرف به ولایت بی احترامی شده، از این طرف یه بی عدالتی شده، یه زندانی کشته شده، کدوم مهمتره؟ این آقا تو بیانیهش می نوشت که جفتش یکسانه، جفتش یکسانه که دیگه همون شد دیگه. تو همین فتنه قبلی این قصه بود. مگه رئیس فتنه چی می گفت؟ میگو آقا تقلب شده. آقا ما کوتا میایم میگیم تقلب نگفته، گفته تخلف، در حالی که گفت تقلب، معلومه دیگه بیانیاش. تخلف شده، انتخابات رو باطل کنید، به عدالت عمل بکنید. تقاضای عدالت میکرد، تقاضای انصاف میکرد، تقاضای عدالت و انصاف میکرد. دیگه خیلی حسن زن داشته باشیم دیگه، یعنی سینه چاک طرفداریشو بکنیم، با خودمون بکشیم براش، دیگه این میشه دیگه. این تقاضای عدالت میکرد، در مقابل ولایت حاضر بود ولایت رو به زیر بکشه ولی عدالت خودش اجرا بشه. پدیده رو نگاه کن. خمیرمایه قصه منتظری چی بود؟
خمیرمایه اعتراضات منتظری که امام آرزوی مرگ کرد از حرفای او هم تقاضای عدالت بود. یعنی حرفاشو تو این قالب میزد. حالا اگر واقعا صادق بوده، اگه واقعا تقاضای عدالت میکرده، که ما هم امام فرمود تو ساده ای، دو تا چهار تا بکن، اگه واقعا صادق نبوده، فریبکار بوده که دیگه بدتر. ما حالا اصلا دایی نداریم که فریبکار بوده، صادقانه میخواد. اون که صادقانه عدالت میخواسته مقابل ولایت بسته براشون. اون وقت اگر ولایت برقرار نشه چه اتفاقی میفته؟ ببین، پس امام صادق میفرماید یخشا ان لا یطاع، میترسید امیرالمؤمنین اطاعت نشه. خب شما بگو خب اطاعت نشه. خب چی میشه اطاعت نشه؟ پایه‌های حکومت، حاکمیت سست میشه. امامتی که فلسفه‌اش این بود که یجمع امرهم بکنه، دیگه نمیتونه یجمع امرهم بکنه. شیرازه از هم میپاشه. شیرازه از هم پاشید چی میشه؟ 1 میلیارد ظلم مضاعف صورت میگیره. اصلا دو تا چهار تاست. خیلی قصه روشنه. ولی قدرت عوام فریبی ظلم خیلی بالاست. ملکو یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. حکومت با ظلم باقی نمیماند، نباید ظلم باشد. چقدر حرف شیرینیه، چقدر حرف درستیه. مخصوصا اگه کسی مظلوم هم واقع شده، چقدر باشه، چقدر این حرفش میچسبه. حالا ولایت میخواد به خاطر تثبیت اصل حکومت به شما بگه ببین فعلا تو ساکت، با دیگه چشم میتونه بگه چشم. آقا بعدن قصاص میکنیم خونه عثمانو، تو دیگه چشم. نه عثمان، امام مظلوم معصوم. بعدن ببین نبرد عدالت ولایت اگه بتونه دشمن را بندازه، نبرد سهمگینیه. بصیرت خیلی میخواد. نبرد عدالت ولایت اگه بتونه دشمن بندازه، خیلی سخته بندازه. من خیلی فکر میکنم اینم چجوری میخواد بندازه، نمیتونم بگم چون راه نشون میدیم دیگه براش. اگه دشمن 20 سال بشینه فکر کنه فقط برای این که توی این مملکت نبرد عدالت ولایت بندازه، موفق شده. من نمیدونم چرا یاران معاویه 70,000 کشته دادن نمیرن. خب برید دیگه لام از سوا، نمیرن. چی اینا رو نگه داشته اون ور؟ چی اونا رو نگه داشته؟ ما همجور یه کلمه پیش خودمون میگیم فریبشون دادن. عجب هم راستی بود. حتی من به شما عرض بکنم، ما تاریخ رو شما مطالعه میفرمایید، بحث قرآن سر نیزه کردن و مقدسات و بفرمایید فریب خوردن به خاطر قرآن، تاریخ رو نگاه کنی 5% ماجراست. اصلش این بود که مسلمان ها از این 25,000 کشته این که داده بودن یاران امیرالمومنین و 18 ماه جنگ بریده بودن، خسته شده بودن. اصل این بودا. ما میگیم قرآن سر نیزه کردن جنبه نمادین داره. مذاکرات وقتی که موجب شد مذاکره پذیرفته بشه، متارکه بشه، حکمیت بشه رو نگاه کنید، 1% هم بحث قرآن نیست. چرا؟ یه بار یکی میگه که اونا ما رو به قرآن دعوت کردن، خب الان ما گوش نکنیم حرف اونا رو، خب اونا هم حق دارن میگن، خب پس شما هم به قرآن دعوت میکنید، ما هم حرف شما رو گوش نمیدیم. ولی به خاطر این حکمیت پذیرفته نشد، یادتون باشه. وقتی کار متزلزل شد در اثر سختی جنگ،
و اون همه کشته که در اثر مقاومت اونا پیش اومد، که مقاومت اونا در اثر چی بود؟ عدالت گرایی. تنها نقطه‌ای که تونستن باهاش مردم رو علیه علی ابن ابی طالب بشورونن، یه عدالت گرایی موهوم. بعد اینا که خسته شدن، امرؤاس فهمید که خسته شدن، گفت قرآن رو ببرید نور عزه. فکر نکنید که اونا داشتیم میجنگیم، ای قرآن اومد، ای وای قرآن، ای وای قرآن. نه، اینجوری نبوده. اصلا مذاکرات شما نگاه کن، دعوا سر این بود. اگه اینا سر حال بودن همشون مطمئن باش فریب نمیخوردن، قرآن هم میزدن، قرآن هم میزدن. انقدر که ببو نبودن که میفهمیدن دشمن بهونه کرده، ولی دیگه بریده بودن. این اون تلنگر آخر بود. چی میتونه مردم رو علیه علی بشوراند؟ اون پیراهن عثمان، بله اون محوره، میگه پیراهن عثمان کرده، ها این خوبه. قرآن سر نیزه کرده نکته فرعیه، پیراهن عثمان کرده این نکته اصلیه. پیراهن عثمان میگه من تو عدالت میخوام. آقا فقط خب صبر کن، اول باید ولایت تثبیت بشه، اول تو بیعت کن، ما جامعه رو مرتب کنیم، بعد محاکمه میکنیم. نمیگفتن نه. پیران عثمان درست میکردن، نگه شو ضرب المثل. خیلی عدالت خوبه، غیر از عدالت چیزهای دیگه هم هستن که خیلی خوبن، خیلی ارزش ها هستن که خوبن. امان از اون وقتی که تو باید ارزش ها رو فدای ارزشمندتر بکنی، اونجا زغده. شما فکر کنید خدا از ابراهیم خلیل الرحمن امتحان آسونی گرفت؟ پسر تو فدا کن. آقا آدم نابود میشه. مگه مهر به فرزند و کی تو دل من انداخته؟ خدا من انداختم. مگه این نفس زکیه نیست؟ حرمت نداره؟ بله. مگه چی؟ میگه خب بله، ولی الان منم میگم بکشش برای من. آخه دل منم حسابه یا نه؟ بله، ولی بزن. همش ارزش، نه گناه نکن به خاطر من. دقت کنید، مبارزه با نفس کن، نه همش ارزشه. بابا مگه این خادم خانه کعبه من نیست باشه؟ مگه این مستجاب شده دعای من نیست؟ مگه این قرة العین من نیست؟ همش نور، همش برکت. من پسرمو میشناسم. خب بله، ارزش برا من فدا کن، نه ضد ارزش. بله تو که نعوذ بالله عرق خور نیستی که ما بگیم عرق تو به خاطر ما نخور. اون امتحان عوامه. امتحان خواص چیه؟ در وضعیت عادی امیرالمؤمنین حاضر 70 مرتبه فدای نگهبانی از فاطمه زهرا بشه. فاطمه زهرا ارزش محض، ارزش مطلق، امانت پیغمبر، عصمت الله الکبراس، و علی قدرتشو داره. یه دفعه خدا صدا میزنه، علی جانم فاطمت باید فدای تو بشه و دو دست به شمشیر نمیبری به خاطر من. خدا به علی رحم کن، خدا به علی رحم کن. خدا به علی رحم کن. خدایا امتحانی که از ابراهیم گرفتی راحت تر بود. بچه‌شه، آدم نسبت به بچه یه احساس مالکیت داره، ولی ایشون امانت پیغمبره. بعد تازه ابراهیم و اسماعیل آخرش به خیر گذشت.
باشه، بناس شهید بشه، علی ظرفیت داره باید آتیش بگیره، باشه شهید بشه دیگه، ولی نه به خاطر علی کتک بخوره شهید بشه. این علی چیزی ازش دیگه نمیمونه. اینجاست که خدا میگه همه برید کنار، من و علی رو با هم تنها بگذاریم. من و علی با هم یه حسابایی داریم. میکشه علی یه من. میکشه علی یه من. لا اله الا الله. ما یه شب مجروح شده بودیم، بعدن بابامون که خبر نداشت، فهمیدیم که از یکی دو ساعت قبل این همینجوری بیدار شده بوده، راه می رفته. بعد مثلا مادرها باباها اینجوری هم دیگه، حالا با چیزی هم ترکش نخودی مثلا خورده بودیم، ما کجا جبهه مثلا اینجا. امام زمان معذرت میخوام، ببخشید دیگه. شما فکر میکنید علی صدای سیلی به فاطمه زهرا رو نشنیده تو خونه؟ شما فکر میکنید علی تکان نخورد؟ وجود علی رو برق نگرفت؟ لرزه به قلب علی نیفتاد؟ شرمنده نشد، آب نشد، کباب نشد، آتش نگرفت؟ علی در هم نپیچید؟ خدایا داری با علی چه میکنی؟ داری با علی چه میکنی؟ خدا داری با علی چه میکنی؟ داری با علی چه میکنی خدا؟ همان از اون وقتی که آدم باید ارزشها رو فدای یک ارزش بالاتر بکنه، از دنیا که ارزش نداره، آدم از دنیا میگذره. امیرالمومنین از بس نشون داده بود دنیا ارزش نداره، لذا امتحانای امیرالمومنین دنیایی نیست. یا دنیا قری غیری، دنیا برو غیر منو فریب بده، برو. اینجا خدا بگه من دنیا رو از علی بگیرم، ببینم چقدر صبر میکنه، اصلا خوشحال میشه، از خداشه. ولی خدا فاطمه رو از علی بگیر. فاطمه بهشت علی، فاطمه پیغمبر علی، فاطمه فرشته علی، فاطمه بوی خدای علی. فاطمه رو از علی نگیر. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ارزش مدار زنده بدار و ارزش مدار بمیران. ما رو آماده فدا کردن ارزش هامون در راه ارزش های برتر قرار بده. خدایا هر چه سریعتر دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار. مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.